از همون ابتدا که مذاکرات برجام شروع شد یه جمع شدن تو سفارت آمریکا همون سال 94 جمع شدن تو سفارت آمریکا همین به قول خودشون لانه جاسوسی و با اسم دلواپس معروف شدن. ببخشید 94 نبود، 92 بود، 94 برجام صورت گرفت. شدن دلواپسان. بعد شدن جبهه پایداری، بعد شدن چه و چه. ببینید ما یه جریان رادیکال تندرو داریم که روز به روز قدرت این جریان، نفوذ این جریان بر کشور، بر امور کشور بیشتر و بیشتر شده. من معتقدم اونی که زد برجام و درب و داغون کرد ترامپ نبود. تکرار میکنم، اونی که زد برجام و درب و داغون کرد ترامپ نبود، تندروهای داخلی خودمون بودن. چرا؟ برای اینکه بعد از 94 که برجام امضا شد صدها شرکت خارجی، ژاپنی، کره‌ای، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی آمدن به ایران. حتی شرکت‌های چند ملیتی که اصلش آمریکایی بودن اومدن به ایران. درسته؟ الان تیر 94، الان مرداد 94، الان بهمن 94، این شرکت‌ها اومدن، نمایندگانشون اومدن و یک فضای جدیدی به وجود آمده. یه نگاه جدیدی دنیا داره به ایران میکنه که آقا مثل اینکه یه خبرهای ایران هستش. و ترامپ کی از برجام خارج شد؟ اردیبهشت 97، دو سال و اندی بعد از این قضیه. آقای اسفندیاری، این شرکتایی که بعد از برجام اومدن 95، نیمه دوم 95 رفته بودن، یعنی آخر 95 قبل از اینکه ترامپ بیاد، اینا همه رفته بودن. چرا؟ برای اینکه ما به دنیا نشون دادیم، ما به دنیا ثابت کردیم که وقت گول این ظریف رو نخورینا، گول این صورت معصوم ظریف رو نخورینا، گول این لبخندهای روحانی رو نخورینا، اینا کاری نیستن. فکر نکنیم که آمریکا ستیزی کنار گذاشته شده، غرب ستیزی کنار گذاشته شده، اسرائیلی میخوایم نابود کنیم کنار گذاشته شده، انقلاب خودمون میخوایم صادر کنیم کنار گذاشته شده. یه وقت کسی همچی فکری نکنه. شما برگرد برو به 13 آبان 94، یعنی 13 آبان بعد از برجام، یکی از بزرگترین همایش ها و گرد همایی ها و جشن گرفته های 13 آبان شد. زمین و زمون رو آوردن واسه تا هر جایی که میتونستن نیرو آوردن برای 13 آبان اون سال. چرا انقدر سعی کرد نظام 13 آبان رو بزرگ بگیره؟ چرا انقدر انقلابیون و تندروها سعی کردن 13 آبان اون سال رو بزرگ بگیرن؟ که اگر کسی فکر میکنه که در نتیجه برجام تغییری در استراتژی انقلابی ما با وجود آمده، سخت در اشتباه هستید. ما همچنان میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، ما همچنان میخوایم جبهه مقاومت فعال باشه، ما همچنان میخوایم تو سوریه باشیم، ما همچنان میخوایم تو یمن باشیم، ما همچنان مرگ بر آمریکا میگیم، ما همچنان نابودی انگلیس میخوایم، ما همچنان تو سر اتحادیه اروپا ورود بکنم. اصلا موضوع برجام موضوع چیز دیگری هستش. عرضم این هستش که یه جریان تندروی انقلابی در کشور به وجود آمده است، الان سالها میشه و مرتب قدرتش بیشتر شده، مرتب نفوذش بیشتر شده. تمام کارا دست اون جریان هستش. یه پول سیاه واسه مجلس ارزش قائل نیست، یه پول سیاه واسه قوه مجریه قائل نیست و همه کارهای مملکت هست، تمام امور مملکت دست اون هستش. اونا ما را از برجام خارج کردن. حالا که دیگه روحانی نیستش، شما از خرداد 1400 آقای رئیسی پیروز شدن در انتخابات، دو ماه بعدش هم دولتش رو تشکیل داد. دو سال اندی دست آقای رئیسی هستش. تو این دو سال اندی شما چه تنش زدایی تو سیاست خارجی کردین؟ شما چه تغییری در سیاست خارجی به وجود آوردین؟ هیچی. مجلسی که ایشون نمایندش هستش هیچ تغییری تو سیاست خارجی به وجود نیاورد. دولت آقای رئیسی هیچ تغییری تو سیاست خارجی به وجود نیاورد. همچنان مرگ بر آمریکا، همچنان اسرائیل رو نابود میکنیم، اینی میگیریم، اونو میزنیم، اونو داغون میکنیم، حوثی‌ها اینجا رو بگیرن، اون یکی اونجا رو بگیره، موشک اونجوری میکنیم.
برای بهداشت چی کار کردیم؟ برای آموزش پرورش چی کار کردیم؟ برای رفاه مردم چی کار کردیم؟ برای بیکاری چی کار کردیم؟ برای این موج جوانانی که دارن از کشور میرن، فارغ التحصیل شریف داره میره، فارغ التحصیل پزشکی داره میره، پرستارا داره میره، واسه اینا چی کار کردید؟ به جز موشک و بمب و توپ و خمپاره و حوثی ها اینجوری بکنن و اونجوری میگیریم، اونجوری میزنیم، اونجوری میبندیم، به جز اینا شما کارنامتون دیگه چی بوده؟ ببینید اینا باعث میشه که نیان مردم در انتخابات شرکت بکنن، نه اینکه موسوی میخواسته مردم رو ناامید بکنه از صندوق رای، زیبا کلام میخواسته نمیدونم بشه وزیر روحانی نشده، حالا میگه که نه فایده نداره در انتخابات. نه آقا جون، آدم ها دارن یواشوش متوجه میشن که خیلی مهم نیست آقای سید نظام الدین موسوی، آقای دکتر سید نظام الدین موسوی تو مجلس هستش یا آقای عبدالله اسفندیاری تو مجلس هستش یا اسفندیار عبداللهی تو مجلس هستش یا صادق زیبا کلام تو مجلس، کاره ای نیست. رئیس جمهور کاره ای نیست. اینا هیچ کدوم کاره ای نیستن. شما مجلستون ماهای آخرش هستش دیگه، مجلس 11 اون. شما چند بار تو سیاست خارجی دخالت کردید؟ مگر اینکه شما بگید تمام اون چه که در عرصه سیاست خارجی داره انجام میشه ما تایید میکنیم، ما یمن رو تایید میکنیم، ما حمایت از حوثی ها رو تایید میکنیم، ما حمایت از حماس رو تایید میکنیم، ما حمایت از نمیدونم گینه بیساو رو تایید میکنیم. مگه شما اگر شما تایید نمیکنید، اگر شما اشکالاتی به سیاست خارجی دارید، شما چند بار امیر عبداللهیان خواستیم به مجلس که آقای عبداللهیان شما تو یمن چیکار دارین میکنین؟ گیرم که حوثی ها همه یمن رو بگیرن، چه اتفاقی، چه نفعی واسه منافع ملی ما داره؟ هیچی. میدونی چرا؟